دیگه آخریشه. اینم بخوره دخملم که بری مهد کودک. نمیخورم. غزاله جون منتظره ها. یه دخترم اینم بخور. زور خودم میرم دنبالش. امروز تو آزمایشگاه سرم خلوته. خب اگه صبحونه نخوری که بزرگ نمیشی. نمیخوام غذا بخورم. خیلی خوب. پس پاشو بریم مهد کودک. پاشو دخترم بریم تو ماشین میخوابی. بکل. خداحافظ بابا جونم. خداحافظ عزیزم. Je travaillais est incorrect. Je travaille. Je travaillais est incorrect. Je travaille. La deuxième faute. Personne n'insiste pour parler à étranger. Vous devez écrire si vous aimez et dites-moi. Les Iraniens sont toujours fiers. Bonjour, je vous remercie d'avoir corrigé mes erreurs. Ne m'inquiète pas, il faut oublier, tout pour s'oublier. Votre parole est encore incorrecte. Je n'ai pas corrigé vos erreurs. Est-ce que je peux compter sur votre aide? Je n'ai pas beaucoup de temps pour les affaires hors de mon plan. Moi aussi, mais je dois maîtriser mon français tôt. Iraniens, qu'est-ce que vous dites? Compliments, embarras, mais vous en faites beaucoup. Ah oui, et vous êtes très explicite. شما حساب کردم آقای رؤوفنیا. آقای رؤوفنیا، ما دیشب توی بنگاه قیمت خونه رو تموم کردیم، نشستیم قولنامه نوشتیم. نمیشه که شما شب بخوابی صبح بیدارشی بزنی زیر همه چیز. نه آقا، من اهل خسارت گرفتن و این حرفا نیستم. شما مثل که متوجه عرض بنده نمیشی. نه، من نمیدونم از دیشب تا حالا چه اتفاقی برای قیمت این خونه افتاده که صبح علت رو زنگ زدی قیمت رو بردی بالا. سلام. متاسفم، واقعا متاسفم. به جایی رسیدیم که دیگه رو حرفی هیچ کس نمیشه حساب کرد. چی شده؟ بالاخره خونه پیدا کردی؟ دیشب تا پای قولنامه هم پیش رفتیم، ولی الان نمیدونم جواب لیلی رو چی باید بدم. منظور سخت میگیری. من اصلا تو رو درک نمی کنم. آره، چون تو نفست از جای گرم در میاد. تو پشتت به شیبانی گرمه. من چی؟
دو سال پیش که به خاطر بلند پروازیت اومدیم اون آزمایشگاه رو را بندازیم، من بد جوری زمین خوردم. فکر میکردم با تأسیس اون آزمایشگاه زندگیم عوض میشه. پولی هم که دادم دستت همه پس اندازم بود. من که اون پولو بالا نکشیدم مرد حسابی. اگه سود و زیانی بوده برای هر دومون بوده. کم شدن اون پول تو زندگی تو تأثیری نداشت، ولی میدونی من چند سال عقب افتادم. این مأموریت پاریس میتونه کلی از مشکلات من رو حل کنه. تو هم قراره مثل همه آزمون بدی. من، تو، صبحانی، صالحی، همه توی یه رده ایم. اصلا شاید تو انتخاب شدی. با اون سخنرانی قرارایی که تو دیروز در مورد مهارت مذاکره و قبولی تو آزمون کردی. انتظار داشتم به خاطر رفاقتت با من خودتو بکشی کنار. چی میگی واسه خودت؟ شرکت میخواد یه نفر رو بفرسته پاریس تا یه گره از گره هاش باز بشه. اون وقت تو میگی که لابد این گره هم باید به دست یکی از شما سه نفر باز بشه. خوبه آدم به اندازه تواناییش از خودش انتظار داشته باشه. خودم یه جوری درستش میکنم. بله لیلی جان. بازم بعد قولی کرد. اصلا کاری برای فیش اومده. لاله بوی می نوشین بشنید از دم صبح، داغ دل بود و به امید دوا باز آمد. خب حالا ده بده ببینم بلدی. دارم ز زلف سیاهش گله چندان که مپرس، که چون زور شدم بی سر و سامان که مپرسم. ده بهنا چرا انقدر نامید؟ تو امید همه ما هستی. در ضمن حافظ رو باید عاشقانه خوند، آروم شمرده. ذره خاکمون در کوی تو هم جای خوش است. ترسم ای دوست که بادی ببرد داغم. میبینم که پدر و پسر خوب با هم خلوت کردین. آقا جو شما برو به کارت برس، من پیشش هستم. باشه باشه. امیدوار یادت باشه. خب بریم با هم دیگه. به تو گفتم نوک حمله باش، چرا دور خودت میچرخی؟ از مرجان بپرس بدون یار حرکت میکنه. تو هنوز قانون اولو بلد نیستی، اون وقت میخوای هندیکاپ هم بگیری؟ تو فینال هم همین بهونته؟ تو کاپیتان تیمی، بقیه به تو نگاه میکنن. مرجان همش میپیچه جلو پای من. تو با من خصومت شخصی داری بگو. تو حواست رو جمع کن، خوب گویه بتونی پخش کنی، ما یه ذره نزدیک دروازه بشیم. حالا تا بعد بچه‌ها این یه بازی باشگاهیه، برد و باخت نداره، داریم تمرین میکنیم. تو زمین بازی فقط حواستون به اسب و چوگان باشه. حالا بریم تو زمین برای بازی. We'll be right back.
چیه؟ هنوز تو برشهر دیشبی؟ نپرسید دیشب چرا حالم بد بوده؟ تو همیشه حالت بده، همیشه مریضی، وقتی هم حالت خوبه دائم داری غر میزنی. ناهید، خواب بد دیدم، خواب دیدم مردم. پرخوریه، جنازم افتاده بود تو آب، وقتی به تنه درخت گیر کردم دیدم اموالم در آب میبره، نمیدونستم خودم نجات بدم یا اموالم. قصه اموالتو نخور، جاشون امنه. اونایی که به تو سپردم آره، ولی پولام؟ پس معلومه همه چیو به من نگفتی. یه روده راست رو شکمت نیست. یاد نبود. اندازش مهم نیست، مهم اینه دروغ گفتی. شرط عقدمون این بود که نصف اموالت به نام من باشه. مگه من الان باید بفهمم تو بازم پول داشتی به من هیچی نگفتی؟ نایی، من حالم خوب نیست، من دارم میمیرم. مطمئنم این خواب یه نشونه بوده. خونه ای که دادی دست فریبا رو بفروش، هم بزرگ هم جای خوبیه. دخترت میتونه برای سلامتی بابا جونش مدت توی خونه کوچیکترم سر کنه؟ نه آپارتمان ماجرا داره، گیره. تو فکر کردی من احمقم؟ نه ایزم، تو هم عاقلی، هم تاج سر منی. اون موقعی که شرط و شروط منو قبول کردی باید فکر همچین روزایی هم میکردی. مگه اون چشمای تو گذاشت به چیز دیگه فکر کنم؟ بی خود خودتو خسته نکن، من هیچی بهت بر نمیگردونم. این خانوادت یه دنده ای. سلام خانم. خانم ها، من برای دیدن تو مرخصی گرفتم ها، نمیخوایی نگاه کنی؟ بفرمایی گل روز که دوست داریم. خوب بلدی با دو تو حرف خرابکاری تو ماست مالی کنی ها. اخ نکن فریبا جون، که اصلا بهت اخ نمیاد. تو میدونی من سر سلامتی بابام با کسی شوخی ندارم. این بحث دیگه تمومه، خدا رو شکر که حال بابات هم بهتره. هرچی این بحث رو ادامه بدی قهر طولانی تره. تو به من نگفتی نسخه بابا اصلی نیست. فریبا خواهش میکنم، من ازت عذرخواهی میکنم. خوبه؟ کاش کرونا نبود میتونستیم بریم رستوران. کرونا هم نبود نمیتونستیم بریم رستوران.
چند تا مسابقه مهم داریم. تمرینا رو فشرده کردم. پس من میرم دنبال آوا، بهش قول دادم ببرم شهر بازی. مراقبش باش، ماسکشو بزنه، دستش هم تونتون زده و فونی کنه. چشم حتما. میکنم. نگران نباشین آقا. صبر نریز مردک. رفتم پول میخواد، اونم زیاد. میفهمی؟ منم که خام تو شدم. هرچی داشتم و نداشتم ریختم تو کیسه اون دو تا بز مرد. دنبالشونم، ردشون رو زدم. به زودی میارم کتبسته دست بوستون. دست بوس نمیخوام. پول منو باید بیاری. اگرم ارزشو نداری، بگو من آدم جور کنم بفرستم سپرمشون. ولی بهت بگم آدم های من اول از رو جنازه ای تو رد میشن. هم که رسید بوده دیگه. خب باش حرف بزن، تو که زبان خارجی رو خوب بلدی، معلومه هزینش مهمه. آره جوره، آره پولش جوره، خبر از خودت. آره میخواید عمل کنید؟ باید یک گری به سرم بریزم دیگه. کجوبه نجله؟ چیزی شده نایت خانوم؟ فری کجایی؟ صد دفعه بهت گفتم اسم منو درست صدا کن. نمیدونی همیشه این موقع باشگاهم؟ الان چه وقت عصباری دختر؟ آب دسته به زمین برو خونه آقاتینا. چی شده؟ هیچی، خوف نکن. اس محمود آمپر جز مونده، باز آب روغن قاطی کرد. تو آدم نمیشی مهرداد. هزار دفعه بهت گفتم در مورد خانواده من حرف میزنی، درست صحبت کن. اله خب حالا تو هم نمیخواد مثل تو مال لفظ قلم حرف بزنی. آره ما فریبا بری بهتره. اگه خوابه بابا دست آبجیته. باشه کارم اینجا تموم شه، با فریبا میرم. ای اوس محمود قاط بزنه کارمون تمومه، منو بی خبر نذاری فری. باشه خدافظ. بیا کجایی تو؟ هرچی زنگ میزنم موبایلتو جواب نمیدی. گوشیم تو دفتر نشنیدم. مهداد زنگ زد، انگار بابا اصلا حالش خوب نیست. صبح باش حرف زدم، با تزریق دیشب حالش بهتر شده بود. نمیدونم. از مهرداد میپرسید چطوره؟ هر دفعه که میرسه به بابا حالش به هم میریزه. همه که مثل آقای دکتر نمیشن. چه گلایی هم برات خریده بود. اومده بود معذرت خواهی. چه رومانتیک. بابا حرف زدی؟ فایده نداره فعلا که همه کار اون دختره. ببین بابا حالش اصلا خوب نیست.
باید تا قبل از اینکه خدایی نکرده اتفاقی براش بیفته باش حرف بزنی. آبجی خانم آقا معلم فوت کرده؟ سلام. من نمیدونستم، تسلیت میدم. خیلی ممنون. امروز با غزاله جون نمایش تمرین کردیم. چه نمایشی؟ نمایشی کرونا. من تو نمایش پرست دارم. آفری، چه نقش قشنگی. اگه گفتی الان کجا میریم؟ شهر بازی. نه اشتباه گفتی، داریم میریم خونه بابا رحیم. مام به فهمه دعوا میکنه. نظر چیه بابایی و دختری با هم یه راز داشته باشن؟ چه رازی؟ همین رفتن خونه بابا رحیم، فقط خودمون، به هیچ کسی چی نمیگی. مامان نمیفهمه؟ اگه بهش نگیم نمیفهمه. غزاله جون میگه آدم باید همه حرفاشو به مامان و باباش بگه. فقط همین یه بار. تازه من خبر دارم، فقط به مامان نمیگی ها؟ سلام. سلام داداش، خوش اومدی. خیلی ممنون. منم امروز فهمیدم خانمش حامله بود. من برم تا این دوتا گروجک خونه رو سرما خراب نکردم. بیا تو داداش. باشه. چه خبر عمه؟ میوفتی با مازن خودت باش. سلام داداش، خوبه؟ خوبی؟ ممنون. بیده نکن نکن نکن
madame. Vous savez sur la production du vaccin du coronavirus en Iran, monsieur Payman? Non, mais on était en train de le produire. Encore la faute. Vous ne savez pas bien le temps des verres. فریبا چطوره؟ خیلی وقت ندیدمش. یه وقتی بعد آبا جارو کنم و دعوتتون کنم. فریبا خوبه. سرش گرمه به باشگاه و آوا دیگه. روبرگه آگهی نوشتن مراسم ندارن به خاطر کرونا. اما من باید یه سر به حاج خانوم بزنم. عروسش جوون بود بنده خدا. برای چی فوت کرده؟ یه بار نوه حاج خانوم تو صفحه نونوایی دیدم. دختر زهرا. خب. عروسشون بنده خدا دیابت داشت. تو این اوضاع کرونا نباید حامله هم میشد، خطرناک بود براش، اما اینا خریا براش انسولین هم پیدا نمیکردن. محمد حسین چرا با من تماس نگرفت؟ حرفا میزنی داداش. مگه بعد از قضیه ازدواج ناهید با شیبانی دل خانواده با تو صاف میشه؟ لیز موان دو لا پوئزی لیز آن پرسون می تو نو لو کومپران پا. Je veux comprendre votre ton. En attendant, j'aime la poésie personne. یه بیت از حافظ برات میخونم. زنم و با غم عشق تو چه تدبیر کنم؟ تا به کی در غم تو ناله شب گیر کنم؟ میشاخه عزیزم سرما میخوری؟ ببین داداش با خودش چیکار کرده؟ این موش آب کشیده شده بروجک. لباسه تو عوض کنم. بهنام تو هم سرتو خوش کن. بهنام اینم کاغذ ترنسول که خسته بودی. ممنون داداش. این بنفشه، یعنی خونساس. پس اگه من اینو الان با آب لیمو قاطی کنم قرمز میشه. آفرین. Voulez-vous que je vous envoie une photo? Ça veut dire ce que vous avez dit. قرمز شد. رنگش عوض شد. اگر محلول باز داشتیم رنگش آبی میشد. باز چیه؟ یه ترکیب شیمیایی وقتی تو آب حل بشه پهاشمون بیشتر از هفته. قربون پروفسور بالتازار خودم بشم من. بخورین. بخورم. مهری شارژر داری؟ دارم داداش، اما شارژر من به گوشی شما نمیخوره که. گوشی من از این معمولی هست.
تو بهش گفتی مگه نه؟ من که میدونم با اون خاله احمق در ارتباطی دختر. ولش کن اون بچه رو، چی کارش داری؟ مگه نمیبینی ترسیده؟ نازن جان قربونت برم، یه زنگم به خالت بزن با اون حالی که اون بدبخت. مامان انقدر ازش دفاع نکن وقتی میدونی ما رو به پول فروخته. شب با دکترش حرف زدم. بابا اصلا شرایط خوبی نداره. با این اوضاعی که داره خارجم ببریمش، بازم هیچ دکتری نمیتونه براش هیچ کاری بکنه. من میگم تا بابا سرباز باید بفهمیم چی به نام دختره کرده. همه ترسم از اینه که دختره همه چیو بکشه بالای آبم روش. فریبا تو باید با بابا تنها حرف بزنی. اگه این دختره پیشش باشه بابا لام تا کام حرف نمیزنه. بهت بگم حالا که ظاهرا مهریه‌اش 14 تا سکه است. نکنه تو فکر کردی به خاطر 14 تا سکه پیش باباست؟ اونم بابای مریض ما. این دختره خوب بلده چی کار کنه با اون عدا اطفاراش. همون روز عقد تو محضر وقتی آقایت گفت 14 تا سکه، دقیقاً حس کردم یه جای کار میلنگه. با این عشق و عاشقی سر پیری بابای ما زندگیمونو نابود نکنه شانس آوردیم. سلام آقا جو، خوش اومدی. سلام دختر، چطوری؟ ممنون. آقا جو فهمیدی خانم محمد حسین فوت شده بنده خدا؟ آره شنیدم از همسایه ما. خدا بیامرزتشون. خدا صبرشون بده. ایمان اومده؟ بله، نیم ساعت پیش با آقا اومد. بدیم به من آقا جون. پیمان آقا جون اومد. دست درد نکن. سلام آقا جون. سلام پیمان جون. چطوری بابا؟ خیلی ممنون. عیالت کو؟ فریبای کم سرش شلوغ بود. سلام بسید. سلام بابا رحیم. سلام علیکم دختر خوشگل. آخ سلام خوریم. مواظب خودت نبودی. بگو ببینم. هیچ فکر کردی که بابا رحیم دلش واسه تو تنگ میشه؟ ها؟ چرا انقدر دیر اومدید؟ تقصیر بابا پیمانه. اینو راست میگه، تقصیر بابا پیمانه. بیا بریم، بیا بریم با بهنام. یه کتابای جدیدی خریده، انقدر خوشگله. بیا بریم بریم سلام.
سلام فرمود. سلام. چطوری دکتر؟ تو هم یه مورد دست بنداز. بهتری بابا؟ شما تو وقتی با هم میایین بعدش یه شر دامنمونو میگیره. وا شما ناراحتین میایم اینجا؟ حتما کار دختر است. خوب داره ما را از چشم شما میندازه. دخلی به ناهید نداره. اگه آسته میمدین آسته میرفتین که خوب بود. تو با اون شوهر چلمنت که هر وقت کفگیرش میخوره تاییدی یادش میفته که تو بابا داری. تو هم که دکتر خوبم. خواهر ساده بود، نفهمید که از خرس کت خدا در نمیاد. رفت عروس رئیم مبلی شد. چقدر بهت گفتم که خام عدالت فرا این پسره نشو. بابا جون شما خودتونم که از همون محل زن گرفتی، چطور واسه پیمان بده واسه ناهید خانوم بد نیست؟ حالا عروس خانوم کجا تشریف دارن؟ رفته بیرون. یو این جن زده شال کلا که زد بیرون. دیر به دیر میای. حالا حق پدری من به کنار، ولی خواهر و برادر تو سهمی دارن از تو. راهم دوره، ساعت کاریم هم زیاده، دیگه فرصتی نمونه که بیام پایین. نقل وقت و دوری راه نیست، تو این جماعت پایین نشین و خیلی وقت در شأن خودت نمیدونی. کم لطفی دقا جون، خیلی وقت پیش بهتون گفتم این خونه کلنگی رو بفروشی با پولش یه خونه جمع و جور تو محله بالا بخری. اون وقت محله همونم هم نزدیک میشد. مایه نزدیکی نه راهیه که تو از دوری شاکی، نه وقتیه که هیچ وقت نداری. انگار مهری از ما تو دلتون نیست بابا. دوره مهمونی و دوره همی و خاله‌بازی آقا جون به سر اومده. اگه شما دلت خوشه به چهار تا سلام علیک با همسایه قدیمی. یکی از این همسایه ها اتفاقا جعفر بود که خیلی وقت دیگه سلام منو علیک نمیگه. تو هم در حق خودت جفا کردی، هم در حق دختر جعفر مینوا. هر وقتم که اومدی پیش من با این بچه بودی و بی عیال بی آلقوز. زن من شاغل آقا جون، اگه وقت اضافه بیاره به پدر مریضش میرسه، دیگه فرصتی برای مهمونی و دور همی نمیمونه. خیلی وقت خندتو ندیدم پسرم. من خوشبختم آقا جون، به هرچی که میخواستم رسیدم. خونه خوب، ماشین خوب، شغل خوب، پول خوب. من آدم این پای موندن نبودم. من نمیتونم مثل شما دلم خوش کنم به یه خونه کلنگی و یه درآمد ناچیز. همه زندگی که پول نیست پسر. بله ببخشید آقا جونا، اما شما هم خودخواهی. نذاشتیم بچه ها نفس بکشن، نذاشتیم مهری. پیمان بس کن داداش. آقا جون غذاتون یخ کرد. اگه خواهر من تو 40 سالگی هنوز مجرده به خاطر شماست. این دختر پاسوز خودت کردی، پاسوز بهنام که داداش منظوری نداشت. بهنام جان، بهنام من جلوی مهری رو نگرفتم، همون جور که جلوی تو رو نگرفتم. جلوی تو رو نگرفتم که رفتی داماد شیبانی شدی، آدمی که هم تو هم من هم همه اهالی این محل میدونن کیه، چه شارلاتانیه، کلاه چند نفر رو برداشته. اون وقت تو با مال حرومش اومدی برای من فخر میفروشی. آره ؟
همراهتون میام. باید حواسم به دارو و خورد و خوراکتون باشه. گفتین کدوم بیمارستانه؟ با ناهید میرم. فرهاد یه زنگ بزن به این دختره کجا مونده؟ نگرانش. بابا جان دو سه بار گرفتم جواب نمیده. کجا رو داره بره غیر از خرید؟ معلوم نیست الان تو کدوم مرکز خرید داره واسه پولای شما چاله میکنه. راستی بابا جون گفته بودین یادتون بندازم یه روز با هم بریم دفتر خونه واسه سند خونه و ماشین. میخواستین خونه و ماشین رو به نامم بزنین. الان که حال من انقدر بده چیه؟ میده اسم من بمیرم سرت بی خدا بمونه؟ دور از جون این حرفا چیه میزنین؟ ولی